ویدیوی از سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه. اون در این سخنرانی درباره خاصیت حکومت های استبدادی سخن میگه و اینکه انتخابات در چنین حکومت های نمایشی است و این حکومتها ظاهرا انتخابات برگزار میکنن ولی قبلا افراد رو شخص مستبد انتخاب کرده. و در ویدیوی دیگر نشان می دهد که اتفاقی بی سابقه در حفاظت از خامنه ای رخ داده بعد از سخنرانی خامنه ای در مقبره خمینی تا شاید ده کیلومتری همه چیز از کار افتاد تلفن ها نمیداد و کل منطقه امنیتی شده بود بسیار از کاربران نوشتند که او انگار دارد حکومت خودش را توصیف می کند و ما چنین کارهایی را در همین زمان در جمهوری اسلامی دیدیم و می بینیم. مرگ ابراهیم رئیسی به عنوان آخرین برگ بقای خامنه ای این روزها به بدترین صورت بحران درونی و بینالمللی رژیم را تشدید کرده خامنه ای که تصور میکرد با دولت جوان حزب اللهی میتواند حداقل در مقابل قیام صد ببندد اکنون آشمز شرایطی شده است که خود در به وجود آوردن آن نقش اصلی را داشته خامنه ای در بازلاق جنگی گرفتار شده که خودش در غزه راه انداخت و در چنین شرایطی با توجه به مهرهای شناخته شده به دنبال بازارگرمی در نمایش و انتخابات بعد از مرگ رئیسی است طی روزهای اخیر در حالی که بحرانهای داخلی و شروع اقدامات مربوط به نمایش و انتخاباتی رژیم بیداد می کند در صحنه جهانی نیز ای با چند ضربه جانانه روبرو شده که نشان دهنده انزوای وی در همه صحنه داخلی و در صحنه های بین‌المللی است طی چند روز گذشته دو کشور به ورزشکاران رژیم حاکم بر ایران ویزا نداده و اونها را از شرکت در مسابقات بین‌المللی محروم کردند. اولی مراکش بود که روز ده خرداد تیم کاراتی رژیم رو به مراکش راه نداد. دومی فرانسه بود که 11 خرداد به تیم پاراشنایی رژیم ویزا نداد. در همین زمینه عربستان چند روز پیش های خبرنگاری رژیم را از کشور اخراج کرد. این نکات از آن رو مهم است که کشورهای جهان میدانند که رژیم با هر پوشی نیات تروریستیش را پیش میبرد این محرومیت علاوه بر یک ضربه و بیآبرویی برای رژیم در زمینی اقدامات جنایتکارانه در ماجراجویی نیز دستان را به قایت میبندد در همین مسیر میبینیم که کشور استرالیا هم به شهروندانش هشدار داده که به ایران تحت حاکمیت آخوندها ها نروند چون تهدید و اسیر میشوند به این انزوای بینالمللی با یه تحریم های جدید اروپا و همینطور ارائه پیشنویس قدنامه علیه رژیم در شورای حکام انرژی انتومی را اشاره کرد که بیانگر انزوای بیش از پیش خامنه است. در چنین شرایطی است که خامنه ای در داخل رئیس جمهور منصوب شده خودش را از دست داده و شاهد جنگی آشکار و پنهان برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری بین باندهای رژیم هستیم. آن انزوای جهانی و این جنگ باندهای قدرت فرصت را برای مردم و مقاومت ایران فراهم می سازد تا در ضعیفترین تعادل قوای ممکن به رژیم ضربه وارد سازند. خامنی اکنون در ضعیفترین موقعیت خود مجبور است که ریسک یک انتخابات قلابی را به جان بخرد. این انتخابات خامنهای را سر دوراهی های متعددی قرار خواهد داد که مجبور می شود بار دیگر دست به انتخاب بزند. در چند ست سال اخیر جریانات سیاسی مختلفی در تاریخ ایران طلوع داشتند اما چون در تراز با آینده داری در تاریخ خود را بروز نکردند اکثرا غروب کرده و محو شدند آنچه ضروری ریشه ایز داشتن اصول و پرنسیپ های مبنایی است به عبارت دیگر اگر نبرد دو نیروی متخاسم در ایران یکی در حاکمیت و دیگری در میان مردم به عمق برده نشود دیکتاتوری در این سرزمین بقا یافته و مییابد در تاریخ ایران چنین نیروهایی اندک نبوده و بسیار بودند اما به همین دلیل به سرعت محو شده و آنچه استمرار یافته رنج و شکنجه مردم ایران و فرزندانش بوده نبرد نیروی ضد دیکتاتوری با دیکتاتور نبردی از پیچیده شونده و الزام ماندگاری و آیندهداری آن به روی کرد نسبت به مسائل جنبش مبارزاتی مشروط است این قانون خاص جبهه مردم نیست نیروی حاکم را هم مشمول است که از امکانات و قدرت مانور بیشتری نسبت به نیروی اپوزیسیون برخوردار است مردم در میان دافع و جاذبه این دو نیروست که نقش تعیین کنندگی خیش را پیدا می کنند. به ویژگان ها نیروی اصلی میدان سیاسی و اجتماعی بوده و سیاست و رو روی کرده دو نیروی متخاسم روی دف یا جذب آن نقش تعیین کننده داشته و دارند. در مقالات قبلی برخی تکنیک و تاکتیک های رژیم حاکم بر ایران را برشمردیم البته شماره آنها بسیار بیشتر از آنچه گفتیم هست چیزی که چون نگین یک انگشتر خود را نشان میدهد خسم آشتی ناپذیری که مردم سرنوشت خیش را در آن باز مییابند راهی که در جوهره آن سازش و تسلیم و مسالمت با دیکتاتوری باشد راه به جایی نبرده و نخواهد بود باید اصول داشت و قیمت این خصومت را پرداخت و پروپاگاندای دیکتاتوری متحدانش نهراسید هرگونه عقب نشینی در برابر دیکتاتوری به منزله شکست است اینجاست که فداکاری و صداقت کلید آیندهداری و ماندگاری یک جریان سیاسی و مردمگرا گشته و در پی آن سرنوشت ها رقم میخورد به صحنه امروز ایران که نگاه کنیم چه نیرویی به طور عملی در صحنه است آیا از سانسور قرن باید تاثیر پذیرفت و بازیگر صحنه ای شد که کارگردانش ارتجاع و استعمار است آیا باید شعارهایی رو برگزید که باب طبع آنهاست مردم 750 شهید تقدیم راه آزادی نمودند اما دیکتاتوری توانست با پروژه های ارتجاعی و استعماری و شعرهایی که فوقا مورد اشاره قرار گرفت قیام را از حرکت به سوی سرنگونی دیکتاتور متوقف نماید و یا به انحراف بکشد یک دیکتاتوری و حامیان استعماریش از امکانات وسیعی برای بقا برخوردارند اگر چنین نبود که سرنگونی یک نظام دیکتاتوری بسیار سهل و ساده می بود و پرداخت قیمت و وجود یک نیروی فداکار و صادق ضروری نمی بود. اگر سقوط دیکتاتوری در ایران به طول انجام میده علت را باید در چنین پهنه جستجو کرد بعد از داشتن یک سازمان انقلابی و محوری کادرها نقش تعیین کننده را ایفا می کنند و این را جوانان این مرزاوم دارند به طور کامل انجام میدهند آنها همه عملیاتشان را سازماندهی شده انجام میدهند در یک سرزمین مشخص وقتی یک سیستم دیکتاتوری حاکم است شرایط عینی بالاخره روزی فرا خواهد رسید و مردم به خیابانها خواهند ریخت مانند آن چکنون در ایران شاهد بوده با و هستیم هنر اصلی یک نیروی انقلابی و محوری کوتاه کردن زمان است مردم جوانان کسانی که در خفا دارند این انقلاب را به پیش میبرند اگر مانع و توقفی در این راه وجود دارد باید به این امر شک نمود مردم مبنا عامل تعیین کننده و سرچشمه تغییرات در جامعه هستند بدون مردم و شرایط عینی هیچ دگرگونی و پیشرفتی متصور نبوده و نیست برای پیروزی بر دیکتاتوری شرایط ذهنی و عینی مکمل هم هستند یعنی بدون داشتن عنصر رهبری گرد همایی و گروهی از مردم وجود نخواهد داشت افراد و هستند که خود را اپوزیسیون این رژیم میدانند اما هنوز به راههای مسالمتیومیز با دیکتاتوری اعتقاد دارند و یک شکاف را با خود حمل می کنند. جنبش شاخص نیز چنین تئوریهایی زیانبخشی هستند که قبل از هر چیز مدار فکری خیش را به نمایش میذارند این گونه جریانات به وضوح با شعارهای علکیشان از مردم فاصله گرفتند در واقع در زمین دیکتاتوری به بازی مشغولند و راه به جایی نخواهد برد زیرا عقبتر از مردم و جریان اصیل مردمی هستند و از تراز شدن با مرحله پایانی نبرد با دیکتاتوری قافل هستند صعود به قله پیروزی بر دیکتاتوری چنین انتخابی را ضروری میداند آلترناتیو دموکراتیک مردمی در دسترس است در این حال دیرپا و اصیل نیز هست و مردم راهشان را میدانند